وزرای خارجه بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در نشست دو روزه خود در لندن، پایتخت بریتانیا، از کودتا در میانمار گرفته تا بحران تیگری در سومالیا و وضعیت شکننده در افغانستان که خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو از آن جریان دارد را مورد بحث قرار می‌دهند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا که کشورش میزبانی نشست دو روزه را نیز به عهده دارد، دیروز گفت که اولویت بریتانیا حفاظت از نیروهای این کشور در جریان خروج از افغانستان است. ما قطعا اولویت خود را در حفاظت از نیروهای خود تا ماه سپتامبر می‌بینیم و اینکه دستاوردهایی که به سختی در افغانستان حاصل شده ضایع نشود. همچنان ما می‌خواهیم که در نهایت مذاکرات و روند صلح افغانستان را گسترش دهیم تا بتواند به نفع همه افغان‌ها باشد. پروسه‌ای که تا حد امکان به ثبات و همه‌شمول بودن این کشور منجر شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز با تاکید روی اتحاد نظر در میان اعضای سازمان ناتو روی خروج از افغانستان گفت که پس از اعلام تصمیم جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، ناتو از این تصمیم حمایت کرد. آقای بلینکن اما افزود که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به معنای ترک آن کشور نیست. ما بسیار واضح گفتیم که حتی وقتی نیروهای ما از افغانستان خارج می شود، ما این کشور را ترک نمی کنیم. ما افغانستان را رها نمی کنیم. ما قصد داریم از نقطه نظر دیپلماتیک بسیار فعال باشیم و تلاش کنیم تا مذاکرات پیشرفت کند و یک توافق سیاسی میان حکومت افغانستان، گروه طالبان و سایر جناح‌های کلیدی حاصل شود. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان هشدار داد که هر نوع حمله علیه نیروهای آمریکایی و ناتو در جریان خروج از افغانستان با پاسخ قاطعانه روبرو خواهد شد. وزارت دفاع ایالات متحده نیز با اشاره به حمله اخیر بر میدان هوایی قندهار گفته که چنین تحرکات تأثیر روی روند خروج نیروها از افغانستان نداشته است. آنچه ما شاهد آن بوده این برخی حملات آزاردهنده در آخر هفته بود که قطعا تأثیر قابل ملاحظه روی افراد و یا پایگاه‌ها و منابع ما نداشته است. شما واکنش جنرال میلر را نیز شنیدید که برای حفاظت از افراد و نیروهای ما گزینه‌های مناسب برای پاسخ به چنین تحرکات در اختیار دارد. بنابراین ما تا حال شاهد چیزی نبودیم که خروج نیروها را متأثر ساخته باشد یا تأثیر قابل توجه بر ماموریتی که در افغانستان داریم داشته باشد. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به تاریخ اول ماه می آغاز شده و قرار است تا 11 سپتامبر سال روان میلادی به اتمام برسد.